سلام دوستان عزیز، سهراب کریمی هستم. توی این ویدیوی آموزشی میخوام در مورد رودمپ تست نفوذ و امنیت و حالا فارنزیک صحبت کنم از شرکت سنز. بسیار خوبه که با این موضوع آشنا بشید. خیلی از دوستان خب این سوال رو میپرسن که آقا اصلا ما از کجا باید شروع کنیم و چجوری این قضیه رو ادامه بدیم و تا جایی که امکان داره در واقع پیش بریم. نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشید اینه که یک رودمپی داره خود شرکت سنز برای کسانی که میخوان وارد دنیای تست نفوذ و امنیت بشن، که در همین تصویر میتونید این رو ببینید که از ابتدا در واقع با دوره های پایه شروع میشه مثل 401 و 504 و بعدش با توجه به علاقه طرف شخص مقابل در واقع اون دانشجو یا دانشپذیر اون چیزی که مد نظرش هستش رو در واقع چیکار میکنه جلو میبره. برای مثال مثلا من اگر بخوام دوره تست نفوذ رو بگذرونم، بعد از خوندن یکی از این دوتا دوره که در واقع دوره اصلی، حالا الان بهتون میگم چجوری هست، 401 و 504 اگر روشونم برید خیلی قشنگ براتون یک کنید محتوای دوره و اینکه چه کاری اتفاق میفته رو براتون میزنه. برای اینکه دوره مثلا تست نفوذ رو برم جلو، وقتی از این منوی کشویی رو میزنم، دوره نتورک و وب اپ رو برای من میاره که حتی قبلش میگه اوکی آقا اگر میخواید این دوره رو بگذرونید کفایت میکنه فقط دوره 3 که 504 رو بگذرونید. بعد از اون دوره 3 که 560 و دوره 3 که 542 رو کاملا میتونید از اینجا چکار کنید در واقع بگذرونید دوره هاش رو و حالا تخصص پنتست رو شروع کنید. حالا اینکه بعد از اینکه حالا نتورک و وب اپس رو با این دو تا دوره گذروندین، اینکه کدومی که از اسکیل ها رو به صورت تخصصی تر میخواهید آشنا بشید و باش و به جلو میتونید دوره های دیگر هم بگذرونید. شما حتی میتونید دوره مثلا 504 که بگذرونید، بعد 542 رو بگذرونید، بعدم بیاید چیکار کنید 642، یعنی سه تا دوره رو میگذرونید تا یک متخصص حوزه وب اپلیکیشن و تست نفوذش بشید. که همونطور که میبینید الان مثلا رو 542 اگر من کلیک کنم نوشته شده چی؟ وب اپلیکیشن پنتریشن تستینگ. وقتی که رو قسمت 642 میزنم نگاه کنید نوشته ادوانس وب اپلیکیشن تستینگ و بقیه جریانات. ماجرا همینه که خب شما اینجا دوره مقدماتی رو میگذرونید، دوره متوسطه و دوره در واقع ادوانس رو مید جلو. حالا ممکنه شما مثلا دارم میگم باز میخواید به غیر از دوره های مثلا وب اپس موبایل رو هم بگذرونید. دوره موبایل خب دوره نسبتا تخصصی هستش که نیاز هست به یه خورده آموزش ابتدایی در حوزه صفحات وب. این رو در نظر داشته باشید که هر دوره دیگه ای رو هم بخواید بگذرونید یا بخواید رودمپش رو ببینید میتونید از همینجا بررسی کنید. برای مثال میتونید باز مثلا تو بحث فارنزیک بیایید. همونطور که میبینید باز برای قسمت فارنزیک پیشنهاد میکنه که 504 بگذرونید، بعد اول ویندوز فارنزیک، بعد ادوانس اینتلیجنس رو بگذرونید و بعدم قسمت های مثل نتورک فارنزیک رو و خب رودمپ خودش رو میتونید میگم جلو ببرید و هر اون چیزی که در واقع میخواهید و علاقه دارید بهش رو پیش ببرید. به هر حال این موضوع مهمی هستش که خیلی وقتا از دوستان میپرسن. ترجیح دادم که یه ویدیویی براتون ضبط کنم. یه نکته بسیار مهمی که هست، ما دوره های مختلفی در حوزه نتورک پنتست و وب پنتست رو با شرکت دوران داریم انجام بدیم. یه کار خیلی خوبی که انجام دادیم، ما به صورت خیلی تخصصی یک لابراتواری رو درست کردیم که حالا من اگر بخوام یه بخشش رو بهتون نشون بدم، حالا البته این لوکال هاست خودم هست، ولی در واقع ما اومدیم از در واقع پورتال های آماده فعلا استفاده کردیم، از پورتال های آسیب پذیر برای اینکه شما بتونید اسکیل های وب هکینگ خودتون رو بالاتر ببرید. برای مثال این سایتی که دارید میبینید یک پورتال آماده است در واقع که انواع اتک های مختلف رو روش شما میتونید بزنید. ما خیلی از اینها رو گذاشتیم، شاید نزدیک 20 دونه از این پورتال ها هست، هر کدوم اتک های خاصی رو میذارن. یک برنامه خاصی رو در حوزه وب هکینگ و نتورک هکینگ براتون در نظر گرفتیم. انواع اقسام پورتال های آموزشی، دورهایی که فقط تخصصی در مورد یک اسکیل خاصه، مثلا برای اسکن کردن یک سرور آسیب پذیری رو اندازی کردیم که شما بتونید باهاش چیکار کنید، اسکن کنید در محیط آزمایشگاهی، یه چیزی شبیه در واقع
آفنسیو سکیوریتی و لابراتوارش که بسیار لابراتوار خب خوبی هستش. ما همون کار رو سعی کردیم همینجا انجام بدیم، به ازای هر دانشجو یک لابراتوار خاص رو تهیه کردیم که در واقع بتونن اتک رو انجام بدن و در واقع دسترسی بگیرن و کلا اسکیل های مربوط به تست نفوذ و امنیت رو بتونیم برای دانشجوهای خودمون بکشیم بالا. این اتفاق خیلی اتفاق خوبی خواهد بود و قطعا میتونید ازش به بهترین نحو ممکنه استفاده کنید. همونطور که میبینید یک بخشی از لابراتوارا و آزمایشگاه ما هستش، لابراتوار تخصصی داریم که در قطعا بهتون میتونه کمک کنه تا تو حوزه تست نفوذ در واقع یک جایگاه خوبی رو به دست بیارید و به راحتی بتونید وارد بازار کارش. به حال امیدوارم که در دوره تست نفوذ وب که به زودی برگزار میشه ببینمتون. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.